اطلاعیه کمیته بین المللی در جستجوی عدالت متشکل از 4000 پارلمانتر در اروپا و آمریکا به ریاست دکتر آلخو ویدال کوادراس نایب رئیس پارلمان اروپا. محکومیت نقض تعهدات و کارشکنی های دولت عراق در راه حل صلح‌آمیز برای اشرف. هشدار به ملل متحد درباره زندانسازی در لیبرتی از سوی دولت عراق. بدون تضمین های حداقل لیبرتی یک زندان است که نه ساکنان اشرف آن را میپذیرند و نه ما در مقابل آن سکوت خواهیم کرد. کمیته بین المللی در جستجوی عدالت که بیش از 4000 پارلمانتر در اروپا و آمریکا را در بر میگیرد، نگرانی عمیق خود را از گزارش‌های مربوط به زندانسازی دولت عراق در کمپ لیبرتی ابراز می‌دارد و از کمیسر عالی امور پناهندگان و نماینده ویژه دبیرکل در عراق می‌خواهد با موضع‌گیری صریح و قاطع خود اجازه ندهند که رژیم ایران تحت نام ملل متحد یا با تأیید ضمنی آن به سرکوب اپوزیسیون خود مبادرت کند. بر اساس گزارش های موثق، سطح اختصاص یافته به ساکنان اشرف در کمپ لیبرتی برخلاف قول های اولیه حدود 0.5 کیلومتر مربع است. دور تا دور این قسمت یک دیوار بتونی بلند کشیده شده و دولت عراق در انتقال خودروها و اموال منقول ساکنان کارچکنی می کند. همه چیز حاکی از این است که دولت عراق می خواهد لیبرتی را به زندان تبدیل کند و با تشدید فشار به خیال خودش آنها را در مقابل فاشیسم دینی حاکم بر ایران وادار به تسلیم سازد. بعضاً مقامات ملل متحد به کمپ لیبرتی عنوان کمپ موقت می‌دهند تا شرایط مطلقاً غیر قابل قبول آن را توجیه کنند. این عنوان مطلقاً بی ربط است، چرا که کمپ ترانزیت متعلق به شرایطی است که چند روز یا چند هفته به طول می‌انجامد. علاوه بر این، ساکنان اشرف پناهجویانی نیستند که به تازگی از کشور مادریشان گریختند. آنها 26 سال است در اشرف زندگی می کنند. به طور متوسط هر یک صدها هزار دلار سرمایه منقول و غیر منقول دارند. از سوی دیگر به دلیل رفتار سرکوبگرانه دولت عراق آنها هیچ امکانی برای خروج از اشرف و یا بعداً لیبرتی ندارند. آنها حق رفتن به خیابان، سینما، زیارت اماکن مذهبی و حتی خرید را ندارند. همین محدودیت‌ها به خودی خود تعریف زندان است.